در اینجا از ما خواسته شده که قیمت S را پیدا کنیم. در اینجا ما S مربع منفی دو S منفی سی و پنج مساوی به صفر را داریم. حالا اگر این اولین بار است که شما این نوع معادلات درجه دوم را میبینید شما شاید که از روش سنتی الجبری برای پیدا کردن قیمت S استفاده کنید. اما بهترین راه برای حل این سوال هرگاه نوع معادلات مساوی به صفر بودند باید که حاصل ضرب به طرف چپ معادله را بگیرید و بعد شما باید به فکر این باشید که بینوم هایی که شما حاصل ضربشان رو میگیرید باید مساوی به صفر باشند بیایید که انجامش بدهیم پس چطور می توانیم که اینها را حاصل ضربشان را بگیریم ما می توانیم که این کار را به چندین طریق انجامش بدهیم اما من راه استانداردش را برایتان یاد می دهم که آن راه عبارت از دسته کردن است و یک راه کتا هم وجود دارد هرگاه ضریب x مربع مساوی به یک است هرگاه از روش دسته کردن استفاده می شما حاصل ضرب اعداد را می گیرید شما باید درباره دو عدد فکر کنید که حاصل جمعشان مساوی به منفی دو شود. شما درباره دو عدد فکر می کنید که حاصل ضربشان که a مثبت b مساوی به منفی دو شود و حاصل ضربشان مساوی به منفی سی و پنج شود. a ضرب b مساوی به سی و پنج. خب اگر حاصل ضرب یک عدد منفی باشد، یک عدد باید که مثبت و یک عدد باید منفی باشد. اگر درباره این فکر کردید و چیز کاملا جداگانه را انتخاب میکنید، شما پنج جمع منفی هفت را دارید. فکر میکنم که این کار کند. پنج جمع منفی هفت مساوی به منفی دو شود. اگر از طریق دستبندی عوامل زریبشان را بگیریم پس ما حد بین را به دو دسته تقسیم میکنیم. به دو بخش تقسیم کرده میتوانیم بیایید که به این طریق نوشته کنیم. ما اسم مربع را داریم و بعد حد بین مادر در اینجا من این را با رنگ صورتی نوشته میکنم. این حد بین را میتوانیم که مثل مثبت 5 اس و منفی هفت اس نوشته کنیم و بعد هم منفی سی و پنج را داریم و بعد هم البته که تمامشان مساوی به صفر می شود حالا این طریقه و یا را به نام دستبندی یاد کنیم به خاطری که این را ما دستبندی کنیم. پس ما این دو حدود اول را دستبندی کرده می توانیم و این دو حدود اول عامل مشترک اس را دارا می باشند پس بیایید که عامل ضریبشان را پیدا کنیم در اینجا اس ضرب اس جمع پنج است این با اس مربع جمع پنج اس یکی است حالا در این دو حدود بعدی دقیقا در اینجا شما یک عامل مشترک دارید به نام منفی هفت پس بیایید که حاصل ضرب اینها را پیدا کنیم پس ما منفی هفت ضرب اس مثبت پنج را داریم و یقینا که تمامشان مساوی به صفر می شود حالا ما دو حد داریم که هر دویشان اس جمع پنج را دارند پس می توانیم که عامل ضربشان را بگیریم پس بیایید که انجامش بدهیم چون ما اس جمع پنج ضرب این اس که در اینجا است را داریم درست است یا نه اس جمع پنج ضرب اس مساوی به این حد می شود و بعد هم شما منفی هفت را در آنجا دارید من اس مثبت پنج را از حالت توزیعی کشیدم و بعد این مساوی به صفر می شود. حالا که ما حاصل ضربشان را پیدا کردیم باید کمی درباره این فکر کنیم که چه اتفاق می افتد وقتی که ما حاصل ضربشان را گرفتیم منظورم این است که اس مثبت 5 مساوی به یک عدد می شود و اس منفی 7 هم مساوی به یک عدد دیگر می شود و حاصل ضرب این دو عدد مساوی به صفر می شود اگر من به شما گفته بودم که من دو عدد دارم و یا که اگر من به شما گفته بودم که عددی ا ضرب بی و مساوی به صفر می A و B چند خواهد بود؟ خب حداقل حد یکیشان باید مساوی به صفر باشند یا که هر دویشان باید مساوی به صفر باشند. خب این حقیقت که این عدد ضرب آن عدد باید مساوی به صفر شوند به ما این را یاد میدهد که یا S جمع 5 باید مساوی به صفر شوند یا که هر دویشان S منفی 7 مساوی به صفر باشد. من این را فقط با رنگ سبز انجام می دهم. پس شما این دو معادله را دارید و ما گفته می توانیم. این طور بوده می توانند که هر دویشان مساوی به صفر شوند. خب بیایید ببینیم که این سوال را چطور حل کرده می توانیم. خب ما می توانیم که پنج را از هر دو طرف این معادلات کم کنیم. پس در طرف چپ معادله اسم مساوی به منفی پنج می باشد. این یک راه حل برای معادله ما می باشد. که شما هفت را می توانید که به هر دو طرف معادله علاوه کنید و اسم مساوی به هفت می شود. پس اگر اسم مساوی به منفی پنج و یا مساوی به مثبت هفت شود پس ما هر دو طرف معادله را مساوی ساختیم ما حتی می توانیم که این را امتحان هم کنیم اگر اس مساوی به منفی 5 باشد شما مثبت 25 جمع 10 را دارید که مساوی به 35 می شود آن مساوی به صفر می شود و اگر شما 7 را داشته باشید 49 منفی 14 منفی 35 مساوی به صفر می شود پس ما قیمت های اس را پیدا کردیم حالا من باید بگویم که یک راه آسان وجود دارد برای انجام این کار و اگر چیزی مانند این دارید که عدد یک ضریب بزرگترین درجه حد باشد شما مجبور نیستید که این حاصل ضرب را در دو مرحله بگیرید بی بیایید که یک مثال کار کنیم اگر من x مثبت a ضرب x مثبت b را داشته باشم مساوی به چی می شود؟ x ضرب x مساوی به x مربع می شود و x ضرب b مساوی به bx می شود و a ضرب x مساوی به ax می شود و a ضرب b هم مساوی به ab می شود پس x مربع جمع این دو چیز میتوانند که جمع شوند مثبت a جمع مثبت b x مثبت a b و این یک نمونه است که ما در اینجا داریم در اینجا عدد یک ضریب بزرگترین درجه حد ما میباشد. باشد خب زمانی که ما دو عدد را پیدا کنیم که جمع شوند مساوی به منفی دو شود که همان a مثبت b می باشند. و حاصل ضرب این دو عدد مساوی به منفی 35 شود پس ما مستقیما می توانیم که حاصل ضرب این دو عدد را بگیریم پس این حاصل ضرب این بینو می باشد و آنها هم ایها و بی ها است پس ما فهمیدیم اینها 5 و منفی 7 می باشند 5 جمع منفی 7 مساوی به منفی 2 می شود 5 ضرب منفی 7 مساوی به منفی 35 می شود پس ما می توانیم که به صورت مستقیم این کار را انجام بدهیم دو خب این بخش اس بود پس ما می توانیم که مستقیما از نظر اس جمع 5 ضرب اس منفی 7 عوامل ضربشان را بگیریم ما می توانیم که این کار را مستقیما انجام بدهیم و بسیار سریع به اینجا برسیم و البته تمام اینها مساوی به صفر می شود پس این یک راه کوتاه می باشد اما گرفتن عامل ضربی به صورت ای راه قانونی و مناسب می باشد